سلام و درود به همگی دوستای عزیز امیدوارم که حال دلتون عالی عالی باشه امینی وایته هستم و به کانال خودتون خیلی خیلی خوش اومدید توی این ویدیو قراره که بهتون آموزش بدیم چطور IPv6 رو روی مدمتون روی گوشی اندرویدیتون و روی گوشی آیفونتون به راحتی هر چه تمامتر فعال کنید حالا چرا میگم فعال کنید چند وقتی IPv6 تقریبا میشه گفت که در دسترس همه مردم قرار گرفته مثلا چون که قبلا فقط روی اپراتور ایرانسل بودش اما اخیرا روی اپراتور همراه اول و رایتل و اینها هم اضافه شده یعنی شما میتونید به راحتی با استفاده از IPv6 بیایید به اینترنت جهانی متصل بشید حالا چرا این رو میگم؟ ببینید دوستان قبلا دوستانی که حالا می اومدن وی می ساختن. با استفاده از IPv4 وی VPN می ساختن و اون رو تحویل شما میدادن اما از زمانی که سریعا میان IPv4 ها رو شناسایی میکنن و سرور ها رو فیلتر میکنن بچه ها هم اومدن رو اووردن به ساخت VPN روی وی 6 و از این پس دیگه اگر از کسی خواستید حالا VPN ای خریداری کنید به احتمال 99 درصد VPNی به شما میده که روی IPv6 فعال هست و شما حتما باید این تنظیمات رو روی گوشی اندروید آیفون یا حتی مودمتون انجام بدید در غیر این صورت نمیتونید به این کانفیگ متصل بشید شاید خیلیاتون فعال کردنش رو بدونید شاید هم خیلیاتون ندونید من این ویدیو رو برای کسایی دارم میگم که فعال کردنش رو نمیدونن اگرم شما خودتون سازنده ای وی پی هستید حتما این ویدیو رو برای مشتریانتون بفرستید که به راحتی بتونن آی پی وی 6 رو روی گوشی یا مودمشون فعال کنند ببینید دوستان من داخل کانال تلگرام هم که حالا لینکش توی دیسکریپشن هم هست یه دونه کانفیگ ویتوره قرار دادم که از نوع آی پی وی 6 بود الان اینجا بهتون نشون بدم ببینید الان من روی کامپیوتر با نت همراه اول بهش متصلم ببینید الان اگر بازش کنم در قسمت آدرس اگر توجه کنید میبینید که Uh, یه دونه IPv6 اینجا قرار داره و من به این IPv6 با نت همراه اول متصلم و به راحتی هرچه تمامتر دارم ازش استفاده میکنم بدون کمترین اختلال و بدون اینکه سرورم فیلتر بشه داخل کانالم گذاشتمش بچه ها 12 دوازده کی ویو خورده و همگی متصل شدن البته کسایی که IPv6 براشون فعال بوده من ابتدا میام آموزش رو, رو روی مودم میدم بعدش آیفون و در نهایت گوشه های اندرویدی برای اینکه شما بتونید IPv6 رو روی مدمتون فعال کنید باید ابتدا وارد تنظیمات مدمتون بشید دوستان تنظیمات هر مدمی متفاوت هست و صفحه لاگین به مدم هم ممکنه متفاوت باشه اما اصولا مرورگر رو که باز کنید و میزنید 192.168.1.1 اینتر رو که بزنید صفحه لاگین مدمتون براتون باز میشه و عموما هم اگر خودتون دستکاری نکرده باشید یوزرنیم و پسوردتون ادمین هست اما اگر یوزرنیم و پسورد رو برای ورود به تنظیمات مودم ادمین زدید و وارد نشد پشت خود مودمتون یوزرنیم و پسورد رو براتون نوشته میتونید از اونجا بردارید و وارد بشید من ورود رو اینجا میزنم نام کاربری و کلمه عبور رو میخواد وارد میکنم و ورود رو میزنم میبینید که به راحتی وارد میشم حالا باید بیایید قسمت تنظیمات مدم من چون مدم همراه اول هست من دارم این رو آموزش میدم دوستان ممکنه شما هر مدم دیگه ای داشته باشید فرقی نمی کنه اما اصولا مراحلش یکی هست میایید قسمت تنظیمات مدمتون اینجا تنظیمات اینترنت رو انتخاب میکنید اینجا یک بخشی داره با نام APN این خیلی مهمه این رو روش میزنید ببینید دوستان نوع پی, دی پی رو شما باید پیدا کنید برای شما اصولا روی این IPv4 هست باید بیارید بذاریدش روی IPv4 و IPv6 این رو حتما بهش دقت داشته باشید بعدش میایید اعمال کردن یا ذخیره رو میزنید یک بار مدمتون ریستارت میشه و این IPv4 و IPv6 روش فعال میشه چطور بفهمیم فعال شده توی قسمت خانه که برید یا همون صفحه اصلی مودمتون اینجا آدرس IPv6 هم براتون میاره که نشون میده که IPv6 الان فعال شده و میتونید روی مودمتون به راحتی این رو فعال کنید و از کانفیگ هایی که با استفاده از IPv6 ساخته شدن به راحتی متصل بشید حالا فرقی نمیکنه روی کامپیوترید یا روی گوشی موبایل پس این از مودم بریم برای آموزش روی گوشی های آیفون خب دوستان ما برای فعال سازی وی 6 داخل اس یا بهتر بگم گوشی های آیفون نیاز به ساخت پروفایل داریم حالا پروفایل رو چطور میتونیم بسازیم کافیه که بیاید وارد این سایت بشید آدرس این سایت یا لینک این سایت رو من توی دیسکریپشن همین ویدیو و توی کانال تلگراممون براتون قرار میدم فقط نکته قابل توجه این که حتما باید با مرورگر سافاری که روی خود گوشی آیفونتون نصب دارید بیایید وارد این سایت بشید و پروفایلتون رو بسازید حالا چطور ما پروفایل رو بسازیم و ازش استفاده کنیم وارد این سایت که شدید در قسمت APN ای باید بیایید بنویسید مثلا MCI اگر اینترنتتون همراه اول هست اگر اینترنتتون ایران سل هست باید بنویسید MTN چنین چیزی حالا چون من اینترنتم هم همراه اول هست می نویسم MCI همین MCI برای اینترنت رایتل هم اوکیه و جواب میده توی کادر دوم هم دقیقا دوباره شما می نویسید MCI بعدش میایید پایین دیگه کاری با اینها نداریم میرسیم به این بخش که نوشته IPv4, IPv6 و IPv4 و IPv6 ما باید بیایم گزینه آخری رو انتخاب کنیم یعنی این گزینه IPv4 و IPv6 که الان من تیکه زدم دیگه هیچ گزینه ای رو نیاز نیست که تغییر بدید بعدش این پایین سمت چپ رو اگر نگاه کنید یکی دکمه آبی رنگ هست این رو میزنید تا پروفایل برای شما دانلود بشه اینجا میگه که آیا مطمئنی که میخوای دانلود بشه من میگم اوکی الو رو میزنم و اینجا کلوز رو میزنم حالا میام بیرون میرم توی ستینگ برنامه و اینجا میبینید که این بالا پروفایل دانلودید اینجا برای من اضافه شده یک بار روش میزنم اینجا میگه که آیا مطمئنی که میخوای نصبش کنی این استال رو میزنم ازم پسورد میخواد پسوردم رو وارد میکنم تا برم برای مرحله بعد اینجا دوباره ازم میپرسه که مطمئنی میخوای این پروفایل رو نصب کنی میگم اوکی این استال رو میزنم و اینجا هم این استال رو انتخاب میکنم و در نهایت اینجا دان رو میزنم تا این نصبش به اتمام برسه به همین راحتی این رو من اومدم نصب کردم بک میزنم میام قسمت سولار توی این بخش قسمت سولار دیتا Network رو انتخاب میکنم و میام پایین اینجا ریسیت setting رو یک بار میزنم این کار رو حتما باید انجام بدید حالا به راحتی میتونید برید و وصل بشید به وی پی اینتون. من وای فای هم رو خاموش میکنم و داده های گوشیم رو روشن میکنم و میرم توی برنامه استریسن این برنامه یکی از بهترین برنامه هایی هست که میتونید برای VPN ازش استفاده کنید. من این برنامه رو باز میکنم. ببینید دوستان من قبلا یه دونه کانفیگ اینجا اضافه کردم. ادیتش میزنم قسمت آدرس رو توجه داشته باشید. یه دونه IPv6 من گذاشتم و میخوام ببینم که الان این IPv6 کار میکنه یا نه. میان VPNم رو روشن میکنم و حالا با همدیگه بریم توی اینستاگرام ببینیم به چه صورتی عمل میکنه. میبینید که اینستاگرام رو برای من به راحتی هر چه تمامتر و با چه سرعتی باز کرد توجه داشته باشید که اینترنت منم الان روی حالت تیریجی هست دوستان و سرعتش رو خودتون میتونید کامل مشاهده کنید به همین راحتی شما میتونید این کار رو انجام بدید اما اگر به هر دلیلی خواستید بیایید این پروفایلی که اضافه کردید رو حذفش کنید باید بیاید وارد ستینگ گوشی بشید و برید پایین گزینه جنرال رو انتخاب کنید و بیایید پایین تر اینجا نوشته VPN and Device Management این رو انتخاب میکنید این پروفایل اینجا هستش که نوشته iOS یک بار که روش بزنید میتونید Remove پروفایل رو انتخاب کنید و این پروفایل رو حذف کنید یا مجددا نصبش کنید خب برای اینکه بتونید روی گوشی اندرویدیتون IPv6 رو فعال کنید میایید وارد تنظیمات گوشیتون میشید بعدش میرید قسمت شبکه های موبایل و اینجا اینترنتتون رو انتخاب میکنید مثلا من همراه اول یا ایرانسل دارم میام همراه اول رو انتخاب میکنم اینجا ببینید دوستان نوشته نام های نقاط دسترسی این رو انتخاب میکنید یک سری ای براتون میاره من حالا این گوگل دات رو خودم ساختم ولی برای شما همون ام سی اس رو میاره یا اگر اینترنتتون ایرانسل باشه می نویسه ام ایرانسل هیچ فرقی نمیکنه این رو ادیتش میزنید و میایید پایینتر اینجا ببینید دوستان دو تا بخش وجود داره هر دوی اینها رو باید شما بذارید روی همین IPv6 باشه حتما دیگه چیزی رو نمیخواد تغییر بدید فقط چک کنید که IPv4 و IPv6 مثل من اینجا قرار گرفته باشه بعدش میایید ذخیره رو میزنید یک لحظه اینترنتتون ممکنه بره و برگرده به همین راحتی شما هم تونستید IPv6 رو روی گوشی موبایلتون فعال کنید از چه VPN استفاده کنید میتونید از VPN وی خود ویتوره یا هیدیفای نکس برای اتصال به VPN هم استفاده کنید